یکی از مفتیهای جامعه الازهر مصر، میاییم با هم دیگر میبینیم ویدیویش را، لینک ویدیو را هم میگذارم شما میتونید ببینید. بس انا بس ليا وقفه لطيفه كده عند سؤال الاخ الكريم، وهو بيقول انا عايز دليل من القران مش من الحديث. شيخ احمد ممدوح امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. احمد ممدوح ايشون خودش موسيقي رو حلال نگفته، میگه که ازهر مصر فتوا داد، ازهر مصر فتوا داد که انقلاب سیسی بر حق است. قبول میکنید؟ ازهر مصر فتوا داد که شیعه مذهب پنجم اسلامی است. قبول میکنی؟ ازهر مصر فتوا داد که ربای بانکی حلال است. قبول میکنی؟ این چه منطقی است که شما دارید اخی؟ رئیس بخش فتوای دانشگاه ازهر بر اینا شده عالم دین. میگم ابن مسعود، ابن عباس، ابو هریره، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله متعال، بخاری، مسلم، ابن حجر، ترمذی، نسائی، ابو داود، میگه که رئیس دارالافتای ازهر. حالا این کودک رو من چطور بفهمانم الفبای دین رو؟ واقعا موندم. ایشان هم میان در مورد موسیقی صحبت میکنن، در مورد اختلاف هست، اختلاف دیدگاه هست. حال اگر به طور مطلق هیچ عالمی نمیگه، اما اگه شرایط خاصی داشته باشه که نزدیک به فحشانش مشکلی نداره. این ویدیو رو هم شما ببینید، متن عربیش و با تلفظ عربیش این رو هم ببینید. فکر میکنم در این برنامه تعداد کودک هایی که به گفته همه بزرگواران خود بر تربین ادامه ندام بهتر هست، به گفته اینها ببینن اینها رو جمع بکنن. یک نفر نیست، ببینید، باور بکنید، شما نظریات علما رو بیاین بررسی بکنین، یک نظریه دو نظریه نیست. اینها سبک گرفتن موضوعه. آن چیز خدا حرام نکرده، پیامبرش حرام نکرده، شما کی هستیم که حرام میکنین؟ کمی در صحبتهای خود دقیق باشین. من به طور مطلق رو که راست بگم، ما هم مجامله با این افراد نداریم. من میفهمم مشکل در کجا هست. مشکل در این هست عزیزم، من همین موضوع قبلا، حال دانسته یا نادانسته، نظریات این علما رو بیشتر برجسته سازی کردم. حال مشکل اینها رو شما گوش بکنید، این عزیزان ما آمدن یک قسمت نظریات رو برجسته سازی کردن و فعلا و همون نظریات بین مردم جا خورده. بعدش اینها میگن که اگر ما بیایم این نظریات رو، حال بعد از 20 سال آمدم در این مسیر دعوت کردم، حال بگم این نظریات قبلا بود، من نمیتونستم گفتی یا نگفتم، خب مردم میگن که ما به حرفای تو چگونه باور بکنیم؟ به خاطر از دست ندادن موقف اجتماعی خود دیگه تن به هر چیزی میدهند. شما به خاطر دفاع از باطلتان تن به هر چیز میدید. آنچه که ما گفتیم، من اینجا خدمت بینندگان عزیز نشان دادم، هر آنچه که ما بیان کردیم، دوستان عزیز یک بار دیگر نشون بدن این قسمت رو. من احادیث زیادی رو از ترمذی میاد، در حدیث صحیح در بین امت من خصف و مسخ و قذف میاد، و مردی از مسلمان ها میاد یا رسول الله چه وقت میشه؟ میگه که اذا ظهرت القیان و المعازف و شرب الخمر، وقتی که خواننده ها و به اصطلاح موسیقی و شرابخوری در بین امت هم شود. صحیح ترمذی، حدیث دیگر از نیل الاوتار شوکانی، شعب الایمان بیهقی، یعنی این همه احادیث رو من در برنامه‌های گذشته ذکر کردم. اینا هیچ کدومش برای شما حجت نبوده؟ ما بخوای به خاطر 20 25 سال موقف اجتماعی ما بکنیم؟ از خدا بشرمید، از رسول الله بشرمید صلی الله علیه و سلم، از صحابه رسول الله بشرمید، از دین اسلام بشرمید، خجالت بکشید، حیا کنید. این همه احادیث، این همه اقوال علما، بعد نشسته میگه که والا اینا به خاطر ما، یعنی ما موسیقی رو حلال کردیم یا حرام کردیم، چه موقف اجتماعی برای ما ایجاد شد؟ شماهایی که حلال کردید و استادتان که حلال کرده، رفیقاتون که حلال کردن، اونها رو که مردم دارن تعریف و تمجید میکنن، کسانی که دارن بدشون میگن، یکی دو نفری هستن که حرف حق رو میزنن، قال الله و قال رسول میگن، بقیه عموم مردم که دارن از اونا تعریف میکنن، تمجید میکنن. شما به خاطر خوشحالی عامه مردم حاضر هستید دین الله رو بفروشید، سنت رسول الله رو بفروشید، احکام دین رو بفروشید، و این زشت است برادر عزیز. از الله بترسید، همینطور هوایی فیل نکنید بی خلطه.
حتی در یکی از جلسات در همین محله که خود عالی جنابان هستند گفتن، یک جلسه بود علما نشسته بودند، علما بزرگ، بحث شد در مورد همین موسیقی، اونها با همین شرایط خاص و اینها، گفتن همین چرا با مردم بیان نمیکنین؟ کی بگه؟ یعنی در جلسه میان علما همین حرف به میان میاد. کلمه نام نمیبرم، نام بردن خوب نیست، ورنه مستند از داخل همان جلسه برای ما گفته میشه. چه کسی جرأت بیان کردن رو داره؟ من 20 سال 30 سال اومدم این بحث رو و این بخش رو بیان کردم. میگه اما کسی که به تو هم گفته دروغ میگه، خودت هم داری دروغ میگی، همچین جلسه‌ای در پیش ما نبوده، من حداقل در همچین جلسه‌ای نبودم و علمایی هم که ذکر میکنن که در همچین یک جلسه‌ای باشن، تا جایی که من از جلساتی که در اینجا از خبر دارم هیچ کس همچین حرفی نزده، و اگر کسی همچین حرفی زده از همین جمعیت اصلاح دانشگاه سلام و از هم فکران خودتان هست. از یک قماش هستید همتان، همه ایتان از یک قماش هستید، فتهمت نزنید به کسی، نه همچین جلسه‌ای بوده و نه کسی. باور کنید در همون جا جلسه‌ای که ما هم فکران شما آمدن، همیشه با بدترین الفاظ، با تندترین الفاظ ما جوابشون رو دادیم. در امور دینم با هیچ کس مجامله نداریم، هر کسی هم که میخواد باشه. هم جلسات داشتن و فلان داشتن. چیگونه حال بیان و من نظریات جدیدی رو حال بیان بکنم؟ اعتبارمه، من نمیتونم. من و از ترس از دست دادن جایگاه خود متاسفانه بازی میکنن و باز تهمت هم به ما و به دوستان دیگر میزنن. مسیر خود را مستحکم ادامه میدهیم، مستحکم به ریسمان الله چنگ میزنیم، هم باطل رو همینطور در بین مردم ترویج میدهیم، مستحکم اصلا حرف الله و رسول رو گوش نمیدهیم. همی اسمانی، یعنی انسانی که واقعا بخواد که در مسیر باطل پافشاری بکنه همین است. ادامه بدید. ما و ما علینا الا البلاغ، ما آمدیم حق رو بیان کردیم و آنچه که سخن الله و رسول بود بیان کردیم، اقوال علما رو بیان کردیم. والله الذی لا اله الا هو لا نخاف فی الله لوم تلائم، از هیچ چیزم نمی ترسیم. خب دلتون میخواد پند بگیرید، دلتون میخواد ملال، این اختیار با شماست.